سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امروز یه سی تی اف دیگه داریم به اسم تیم از ترای هک می. من این رو براتون اینجا آوردم، آماده کردم و استارتش رو زدم. آی پی آدرس به ما داده. خب کاری که اینجا باید انجام بدیم اینه که خب ماشین روشن کردیم، یک یوزر در واقع یک فلگ user.txt باید پیدا بکنیم و یک فلگ root.txt، مثل در واقع سایر ماشینایی که با هم حل کردیم. این هم حالت boot to root داره و باید privilege escalation داخلش انجام بدیم. من میام اینجا و همینجا در واقع اول کانکت میشم، بعد سعی میکنم که ببینم پینگ این آی پی رو دارم یا نه. پس آی پی که به مدت این هست، من میتونم میام اینجا یاد داشتش کنم و پینگش رو بگیریم. خب پینگ این آی پی موجوده. عرض کنم که الان مثلا همیشه میتونیم بیاییم و انمپ استفاده بکنیم. انمپ میذارم روی تاپورت ها انجام بده کار خودشو و اول از همه فقط یه ویوی داشته باشیم ببینیم که چه پورت هایی روی این آی پی باز هستش. خب پورت 22 داریم، 21 داریم، 80. خب پورت های دیگر هم اگر باشه بعد نشون میده. جانشو 4 پورت، ولی این ستا رو فعلا پیدا کرده. پس پورت 80 رو ما اینجا داریم. من میام و یه نگاه به پورت 80 این میندازم تا اسکن انجام میشه. خب یه صفحه دیفالت آپاچی هست، اوبونتو دیفالت پیج، و چیز خاص دیگه موجود نیست. خب من میام همینجا و یه پوشه بسازیم و nmap رو به صورت sc-sv version detection v رو هم میزنم، ip رو هم میذارم -on و میگم nmap.out تا ببینیم که چه اتفاق میفته روی پورت هایی که برای ما زده. خب من میتونستم پورت ها رو همینجا مشخص بکنم برای اینکه اسکن سریعتر انجام بشه. خب تو این هین بیاییم و یه پیج سورس بگیریم ببینیم چه اتفاق داره میفته روی در واقع کامنتی چیزی ببینیم میتونیم پیدا بکنیم. خب میبینید که اینجا it works if you see this at team.thm to your host. همون اول گفته که در واقع team.thm رو به در واقع فایل هاست اومد اضافه بکنیم. خیلی هم در واقع اینجا به صورت ریزی نوشته، مقدار دقت میخواد دیگه. چی؟ اینجا که حالا بحث فایل های CSS هست، درسته؟ خب من چیز دیگه نمیبینم، لینک مفید دیگه غیر از همین جمله که این بالا نوشته team.thm. خب بچه ها این احتمالاً به این معنایه که بذارید این اسکن رو هم نگاه بکنیم. خب پورت FTP رو داریم اینجا که بازه، ولی anonymous logon اینجا برامون ننوشته، ولی خب تستش حتما میکنیم. فقط به خروجی nmap بسنده نمی کنیم. پورت 22 و پورت 80 که اینجا هم بچه ها تایتل رو اگه دقت بکنیم تو این nmap هم آورده اوکی هستش. من میتونم FTP رو خیلی سریع چک بکنم روی همین IP. همین FTP خب وصل میشه و انونیموس رو اینجا تست بکنیم بدون پسورد. خب فیل شد. یه بار دیگه انونیموس رو پسورد این سری بازم انونیموس میدم. خب جفتش فیل شد. روی FTP فعلا کار خاصی نداریم بکنیم، ولی nmap.out اگه نگاه بکنیم بازم چیز خاصی بهمون نشون نده. پورت SSH بازه که فعلا بهش کار نداریم و پورت در واقع 80. خب چیزی که مشخصه اینه که
ما باید تیم دات تی اچ رو باز بکنیم، خاطر همینه که احتمالا اینجا به ما هیچ پیجی رو نشون نمیده. در واقع بحث ویرچوال هاستینگ رو اینجا ما داریم، میتونیم بریم و همین کار انجام بدیم. میام و این آی پی رو، همین آی پی که به ما داده رو به عنوان تیم دات تی اچ ام فایل هاست اضافه میکنم، پینگش رو بگیریم تیم دات تی اچ ام. خب اوکی هستش. حالا کافی من بیام و تیم دات تی اچ ام رو اینجا بزنم. باید اینجا به من درسته. خب بچه بحث ویرچوال هاستینگ رو داریم، یعنی وقتی که هاست من در واقع تیم دات تی اچ ام هست صفحه لود میبره، وقتی که با آی پی بهش رجوع میکنم داره صفحه دیفالت آپاچی رو به من نشون میده. خب اینجا با این که چیز هست اوکی کاری بهش نداریم، میتونیم بیایم و اینجا مثلا victor-h team.th ما یه تست هم اینجا بکنیم، ولی کارهایی بسیار بیشتری میشه انجام داد توی حالا که در واقع team.th رو داریم میبینیم. تا اون کارش رو انجام بده من میام و robots.txt رو هم اینجا سرچ میکنم. یه دونه دیل نوشته برامون همین. من اینو برش میدارم، نمیدونم چیه. یه دیل همین، شاید یوزر نیم، شاید. و خب این نیکتو رو من متوقف میکنم. میتونیم بیایم و من میام و با این ورد لیست یک فاز روی این در واقع سایت انجام میدم و 403 رو میخوام و اگر .php بود به من نشون بده، .txt بود به من نشون بده، .rar .zip دات تر مثلا دات بولد دات فرزند بک دات بکاپ به همین شلات میگم که بیاد و این اکستنشن ها رو هم چک بکنه. خب میذارم کار خودش رو فاف انجام بده. همونجوری که میبینیم اروری دریافت نمی کنیم. یه ایمیج پیدا کرده، بیاییم اینجا ببینیمش. خب این ایمیج هایی هستش که توی سایت ازش استفاده شده. آره همین ایمیج هستش. دوباره بله همین ایمیج هایی هستش که داخل این سایت همین هایی که برامون لود کرده رو داره نشون میده. یه پیج سورس هم اینجا ببینیم، در واقع بد نیست. خب بعضی وقتا چیزه خیلی ریزی توی تایتل رو اینا می نویسی که ممکنه کمک بکنه. یه assets js داریم بچه ها، اصلا خود assets رو ببینیم. خب assets رو نمیذاره ببینیم، ولی خب فایل هایی رو در داخلش لود کرده. اینور اوکی یه پوش scripts پیدا کردیم، پوش assets هم پیدا کردیم. پوش scripts رو میتونیم بریم اینجا تستش بکنیم. scripts اسکریپت هم همینطوره، در واقع اجازه نمیده که ببینیمش. ولی خب اینجا فقط هم یه دور کامنت رو داره. عرض کنم که خب میذارم یه مقدار فاز خودش رو انجام بده و حالا یه مسئله هم هست، چون که اینجا ما بحث
در واقع بچه ها ویرچوال هاستینگ رو داشتیم. ما اومدیم توی در واقع هاست خودمون این آی پی رو اد کردیم، اوکی، یعنی با ویرچوال هاستینگ داریم به سمتش ریکوست خودمون رو با هاست ارسال میکنیم و اونور دریافت میکنه. یه کار خوب دیگه که میشه اینجا انجام داد به اضافه این فازی که در روی دایرکتوری انجام میده، فاز ویرچوال هاستینگ هستش. ممکنه ویرچوال هاست های داخل اگه این وب سرور داشته باشه رو هم چک بکنیم. یعنی مثلا بیایم و بگیم که من میام اینجا reward list رفته large words رو استفاده میکنم و روی اینو بر میدارم و ادیتش میکنم، اینو نمیخوایم. روی آی پی بزنم دیگه. ببینید من میام و روی آی پی این سامانه خب یک هدری ست میکنم و توی اون هدر میگم که هاست دو نقطه میشه فاز دات تیم دات تی اچم. اوکی، من میگم پس اگه تیم دات تی اچم داریم شاید هاست های دیگه مثلا ساب دامنه دیگه هم داشته باشیم. ما میتونیم بیاییم و ساب دامنه هایی رو هم با هاست چکش بکنیم و ببینیم چه اتفاق میفته. خب این درسته، این هم درسته. اینجا میریم و این کار رو انجام میدیم و میذاریم که این فاز خودش رو به این شکل انجام میده. همچنین که میبینی اروری نمیگیریم. خب اینو برای کم تیونش بکنیم، ما داریم یه مقدار چیزهای فالس میگیریم. من میام و فیلتر سایز میکنم روی 11366. یعنی اگر سایز 11366 رو دید به من نشون نده، چون همینجوری که میبینیم اینا فالس پازیتیف هستن، نمیخواییمشون. خب اینم میذارم فاز خوش رو به این شکل روی سامانه انجام بده، ارور نمیگیرم. اینور چی؟ اینورم به همین شکل داره میره جلو. من اینو یه لحظه میتونم متوقفش بکنم چون که اینجا فعلا. خب بله، ببینید الان ما دیو رو پیدا کردیم، یعنی dev.team.thm. اوکی، بعد www میذاریم فازش رو انجام بده. پس بچه ما اینجا بحث ویرچوال هاستینگ رو داشتیم. اوکی، پس میام و روی dev. حتی بعد اول توی هاست اضافهش کنم بگه اینجوری نمیارتش. میام توی همینجا، میام اینجا و میگم در واقع dev.team.thm رو هم میخوامش. حالا dev.team.thm پینگ داره، اوکی هست. حالا اگه من هاست خودم رو به این شکل براش بفرستم، یعنی بیام و بروزش بکنم، اوکی، میام اینجا http://dev.team.thm. خب ببینید یه سامانه جدید برام آورده، سایت is being built place order link to team share. اینو میزنم place order for future team share. یه لحظه بیایم توی source. خب اگر ما رو بزنیم به script.php page team share.php رو برای ما لود میکنه. script.php اوکی. الان script.php رو به صورت خالی خب بزنیم، در واقع این رو نشون میده. میاد و پارامتر پیج دو نقطه تیم شیر دات پی اچ پی رو هم بهش میده، یعنی به این شکل که در نهایت به این شکل نشون میده. خب بچه ها پس ما الان یک پارامتر پیج داریم به این صفحه پاس میدیم که یه اسم یه پیج آوردیم تیم شیر دات پی اچ پی و این لودش کرده، یعنی
این فایل رو لود کرده، ممکنه فایل اینکلوژن اینجا داشته باشیم، بد نیستش که یه تست اینجا داشته باشیم. ما از هر پیلود ساده یه. خب بله، ببینید ما اینجا الان در واقع تصویر رو تونست ببینید. پس بچه ما اینجا روی script.php بحث فایل اینکلوژن رو داریم. خب ما الان یوزرهای، از من کل اینا رو بیارم، ما یوزرها رو داریم میبینیم. اوکی، من میارمشون اینجا. خب ما دنبال یوزرهای این سیستم میگردیم. دیل بچه ها ببینید، ما یوزر توی در واقع robots.txt رو پیدا کردیم، پس این جزء یوزر هاست. ما دیل رو داریم با این آیدی چی وایلس گایلس این چیزی، این هم داریم جیلس و FTP یوزر. برای بحث اون FTP احتمالا اینجا یه دونه FTP یوزر تعریف کرده و همین. پس ETC پس WDA شامل همین مورد میشه. اوکیه. پس خب فاز اینجا همین ها رو تا حالا پیدا کرده. اوکی. خب ما پس این صفحه بچه اینجا چی داشت؟ فایل اینکلوژن. اوکی، فایل اینکلوژن داریم. حالا ما چند تا یوزر داریم. اوکی، مثلا چیزی که به ذهن من الان میرسه اینه که آیا اینا پرایویت کی دارن؟ حالا FTP یوزر که احتمالا برای پس FTP باشه، ولی مثلا این دوتا یوزر رو ببینیم. مثلا میتونیم بیاییم و بگیم world/home/day اگه همچین یوزری باشه .ssh id_rsa رو برای ما، اشتباه زدم، id_rsa رو برای ما بیار. خب نه، این ور چطور؟ این یوزر رو برداریم. نه، میخواستم بدونم میشه SSH به این شکل زد یا نه، که خب الان امکانش نیست. در واقع ما پرایویت کی رو نداریم. دیگه چه چیزی برای ما اینجا میتونه مهم باشه تو script.php؟ اینو برش دارم، مثلا بیام توی اینجا کار میکنه script.php. script.php رو پیدا نکرد. خب این تو team.thm هستیم، ما اینجا توی dev.team.thm dev.team.thm تونستیم اینو ببینیمش. ولی یه چیزی که هست اینجا، یه پوش scripts داریم، در واقع دایرکتوری scripts داریم که بچه ها ببینید توی خود team.thm اگه نگاه بکنیم همینجا مثلا. خب من توی page source اینو که نگاه میکنم وقتی script مینویسم از جای اسکریپتی لود نکرده. اوکی، از تو asset js رو برداشته آورده، ولی اسکریپتی اینجا در واقع از دایرکتوری اسکریپت چیزی استفاده نکرده. ما یه کار خوب که میتونیم انجام بدیم اینه که بیایم ببینیم پشت این دایرکتوری چیه. اوکی، یعنی بیایم و اینجا رو یه فاز روش انجام بدیم، یعنی بگیم که اصلا همین رو بیاریم. کجا بود که اکستنشن زدیم؟ همینجا بود، اینجا بود. خب ما این فاز رو بیاریم و همینجا پوشه اسکریپتس رو، اسکریپتس درسته، این پوشه اسکریپتس که اینجا در واقع تونست توی فاز قبلی پیداش بکنیم و بیاریمش و اینجا تونست پیداش بکنیم. از ایمیج لود کرده بود، از اسیتس هم لود کرده بود، از اسکریپت هیچی لود
نکرده بود داخل صفحه ولی وجود داره. خب این یه تست خوب میتونه باشه برای اینکه بیایم و اینجا رو فاز کنیم. اوکی من میگم که بیا و حتی میدونی ورد لیستمونم یه ورد لیست پا هم میتونیم این باشه هم میتونه ورد لیست یعنی ورد بدیم بهش. اوکی چون پشت اسکریپسه تقریبا جوری میشه گفت ما دنبال یه فایل شاید باید بگردیم پشت اسکریپت یعنی دایرکتوری اسکریپت احتمالا میاد و یه سری فایل اون پشته ببینیم آیا ما میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. مثلا script.php txt rar zip tar old back backup یا حتی js ممکنه یه فایل jsی داشته باشه که به درد ما بخوره یا gz.gz مثلا همین چیزها .back.backup tar zip rar text txt یعنی .php به نظرم اوکیه اسکریپت فاز رو اینجا به این شکل انجام بدیم. خب ببینیم که دیگه چی گیرم میاد. تو این فاصله ما یه یوزر هم پیدا کردیم. اوکی یه FTP یوزر هم پیدا کردیم. این رو هم برای بحث بروت فورس میتونیم ازش استفاده بکنیم. میتونیم حتی بیاییم و این کار رو انجام بدیم. دیل این دوتا رو هم برای بحث حالا SSH میتونیم بروت فورس روش انجام بدیم ولی الان FTP یوزر برای من جالب تره با توجه به این که بیارم اینجا اونجا کجاییم با توجه به این که الان من اگر nmap.out رو کت بکنم این پورت 21 برای ما بازه. خب خیلی ساده میام و از هایدرا استفاده میکنم به عنوان یوزر بهش FTP یوزر رو میدم همین که اینجا بود و به عنوان پسورد میگم برو USR شیف ورد لیست و راکیو رو استفاده بکن به این IP که سیستم ما داده و روی بحث FTP و یه داش وی هم بدیم بد نیست. میام و اینجا یه داش وی بهش میدم. خب ریزالوینگ ادرس شد ریزالوینگ دان شد و ببینیم چه اتفاق میفته. خب بچه ها اینجا یه script.txt و script.old هم پیدا کردیم. اوکی خب این خیلی جالبه میذاریم این کار خوش انجام بده و script.txt یعنی بچه پشت این دایرکتوری برگردیم پشت این دایرکتوری فایل هایی هستن که ما میتونیم بهشون دسترسی پیدا کنیم اگرچه که به خود دایرکتوری دسترسی نداریم. خب اینجا به ما چی گفته؟ یه فایل بش هست که در واقع یوزرنیم و پسورد داده FTP سرور کنن بحث یوزرنیم پسورد همین FTP یوزرنیم داره یوزرنیم و داره پسورد اینجا گرفته اونایی که بالا خواسته رو اینجا وارد کرده آخرش هم نوشته updated version of this note to self had to change the extension of the old script in this folder as it has creds in. خب همینه ببینید یه old scriptی بوده به اون script.old که اومده و برای ما اینجا تونستیم پیداش بکنیم script.old رو و احتمالا credential این تو باشه. خب من script.old رو میتونم بیام و اینجا بزنمش. خب یه فایل بچه رو دانلود کرد بیام همینجا بذار اینجوری بیام که همش توی ترمینال باشه. اصلا فایل چی بود؟ script.old خب
بله ببینید، اینجا همون جور که حالا توی کامنت قبلی هم گفته بود FTP user داریم و یک پسوردی که اینم پسورده، پس ما اصلا نیازی به این بروت فورس اینجا نداریم. توی در واقع کجا بودیم؟ اینجا بودیم. حالا میتونیم به FTP وصل بشیم خیلی ساده، همینجا بیایم و به FTP کانکت بشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. من میام اینجا FTP user و همین پسوردی که اینجا وجود داره رو خب بس میشه. DIR بگیریم. گیر میکنه روی این حالت. یه کامندی بود اگه مینوشتیم بر همین پسیبه. الان باید DIR رو اون بده. اوکی. یه ورک شیر داریم. میایم اینجا و نیو سایت دات تیکسی داریم. اینو گت میکنم. این آبا هم کن در این کار انجام میده. من فازی ندارم در حال اجرا باشه دیگه. درست. خب میام بیرون و خب ببینید نیو سایت دات تیکسی میگه دیل I have started coding a new website in PHP for the team to use. This is currently under development. It can be found at .dev within our domain. خب این همون بود که فکر کنم پیداش کردی. Also, as per the team policy, please make a copy of your ID RSA and place this in the relevant config file. Giles یا Giles به دیل گفته که یه ساب دامین داریم، من اونو توی .dev گذاشتمش که under development که ما دیدیمش اینجا، همینه، همینی که فایل اینکلوژن داشت. از طرفی این خط مهمه که میگه یه کپی از ID RSA خودت یعنی private key خودت بذار داخل relevant config file. کانفیگ فایل مرتبط. حالا کانفیگ فایل مرتبط یعنی چی؟ کانفیگ فایل مرتبط با چی؟ اگه من یه پرایویت کی دارم، پرایویت کی در واقع برای بحث SSH دارم، relevant config file. شاید از جای relevant config file همون کانفیگ فایل مرتبط با فردن SSH بچون چند چیزی که الان ID RSA با config file رب داره این SSH config file SSH هم میتونی در واقع هم SSH underline config باشه. خب پس اگه این کار کرده باشه، یعنی اگر یه کپی از private key خودشو تو SSH underline config داشته باشه، ما میتونیم با این file inclusion ببینیمش. اوکی تست میکنیم. یعنی توی etc ssh sshd underline config خب بله ببینید دقیقا همینطوره. این private key ماست که مرتبط با دیلم هست، ولی خیلی بد داره اینجا نشونش میده. من میتونم بیام یه لحظه روی برب بهتر ببینیمش. بچه یه رفرش کنیم. خب دقیقا همینه. اوکی دقیقا خودشه. پس این کانفیگ فایل SSH، پس منظورش از relevant config file همین کانفیگ فایل مرتبط با SSH بود و این هم IDRSA هستش که مرتبط با private key user دیل هستش. من اینو برمیدارم کلشو که کامنت هم شده همینطور که میبینیم و میایم اینجا پیستش میکنیم و در واقع اینا رو ریپلیس کنیم.
این پرایوت کی ما هستش. من اینو کل اینو برمیدارم و میتونیم بیایم توی بیایم اینجا private.key بسازیم، اینو اینجا پیستش کنیم، chmod 600 به این private key بدیم و ssh بزنیم با این private key user gail @sign IP که برای ما اینجا گذاشته بود. اوکی بچه ها، ما تونستیم به در واقع یوزر دیل دسترسی پیدا بکنیم. جالب بود که کل بحث FTP به هینت مرتبط با همین هینتی که داده بود مرتبط با پرایویت کی که داخل فایل SSH بود، یعنی این منتهی می شد و اینکه خیلی ساده تونستیم، حتی چیزم روش نداشت، در واقع پس فریزی هم روش نداشت و تونستیم وصل بشیم. خب همینجا user.txt رو برمیداریم. خب میشه فلگ اول ما، من میام و داخل اینجا میتونم اینو قرار بدم، سابمیتش میکنیم. خب حالا یه root.txt هم میخوایم. ببینیم که چه اتفاقی میفته روی سیستم اگر که ما یوزرهای مختلفی اینجا داریم. ببینیم که چطور میتونیم این پریویلیج اسکلیشن رو اینجا انجام بدیم. داخل یوزر دیلی ادمین چکس داره بچه ها. ما آیدی خودمون رو نگاه بندازیم، ایدیم چی دیرم سودو الیکسدی اسمبی شیر رو الپی ادمین هستیم. سودو دشکل چی میگه؟ ببینید سودو داش اداره میگه که در واقع با سردسترسی یوزر جیلس بدون پسورد ما میتونیم اینو اجرا بکنیم، میتونیم ادمین چکس رو اجرا کنیم. بریم داخل این جیلسه، اینجوری ببینیم شباب. خب این ادمین چکس رو داریم، اگر ما چت بکنیم ادمین چکس رو بخوایم بخونیمش. خب بچه ها یه بش اسکریپت داریم میبینیم که پرینت میکنه reading stats slip 1 reading stats slip 1 enter name of person backing up the data، اکو کرده همون اسم رو داخل var stats stats.txt، یه دیتی بعد وارد بکنیم که متغیر ارور داره، دالر ارور کرده ریختتش تو نال، چه عجیب. و همین. خب یعنی ما الان اگر با یوزر خودمون ادمین چکس رو بزنیم، خب بچه ها من سیستم هم یه لحظه مثلا کلا کرش کرد و این ویچوال باکس هم از دست دادم، ولی دوباره اینو لودش کردم، خاطر همین از ادامه کار میدین دوباره وصل شدم به یوزر دیل و الان داشتیم ادمین چکس رو با هم میدیدیم. من اگر بنویسم در واقع الستش رو با هم ببینیم، ببینید ادمین چکس در واقع رید و رایت داره یوزرهای دیگه، ولی read و write و execute فقط خود جیلس داره. ما در واقع به عنوان یوزر دیل میتونیم این فایل رو اجرا بکنیم. حالا اگر من به این شکل توش بکنم، بگم admin underline checks، ببینید permission deny بده. چرا؟ چون من نمیتونم این رو اجراش بکنم. حالا اگر من بنویسم sudo dash u jls و دقیقا همین عبارت رو بهش بدم، به من باید اجازه بده. ببینید reading stats میشه، میگه نیم کسی که قراره بکاپ رو بگیره، مثلا من میگم تست، یه دیت میخواد اونم مثلا تست میدم و میگه همین بکد. حالا اگر من محتویات ادمین چکس رو یه بار ببینم،
این میاد چیکار میکنه؟ میاد توی ورستت سی پی میکنه ورستت ستت تا تیکستی رو و توی این پوشه به تاریخ سیف دات بک رو میسازه. حالا من میام و توی الاش ور ستت یه نگاه بندازیم، اومده برای ما اینو ساخته. اوکی، محتویات داخل اون هم میتونیم بیایم این شکل ببینیمش. خب میام اینجا و استاتسی که در واقع به این شکل هست و اگر ببینم در واقع همین تست رو برای ما نوشته. این تست کدوم تسته؟ این تستی هستش که در واقع اومده بود و اکو کرده بود. میبینیم بالاتر میبینیم که اکو کرده اون نامی که من وارد کردم رو توی stats.txt و بعد از اونم که حالا اومده یه کپی ازش گرفته. خب چیزی که اینجا مشخصه، ما داریم به این برنامه ورودی میدیم. یکی از ورودی های ما میره میشینه توی در واقع اکو میشون میره میشینه این تو. یکی از ورودی های دیگه ما که ارور اجرا میشه. بچه ها ببینید اینجا اومده دالر ارور رو اجرا کرده و ارورش رو ریخته توی دیونال. یعنی یکم کار عجیبه گفتم، چون که ورودی من رو داره میریزه داخل بش و بش داره اجراش میکنه. اوکی، پس ما اینجا کاری که میتونیم انجام بدیم، یه بار دیگه اینو اجرا میکنم من همینو. اوکی، میام اولا اینجا میسم تست، این کار نخواهد کرد. میدونی چرا؟ الان دیت رو هم مینویسم مثلا بود هر چیزی. خب حالا اگه محتویات اینو یه بار ببینی، ببینید اومده یکی دیگه برای من ساخته. ما 13-31 رو دیدیم، اومده اینو برای من ساخته. حالا من میام کت میکنم همین رو و این رو. اوکی، ببینید تست آیدی اوردتش اینجا، یعنی اون رشته ای که من بهش دادم اورده اینجا. پس ما اینجا کامند اینجکشن روی پارامتر روی ورودی نیم نداریم. اوکی، چون اکوش کرده داخل استاتا. ولی دومی رو نگاه کنید، ارور داره خودش میاره روی در واقع ترمینال رو اجراش میکنه. یعنی این کار یکم کار عجیبه. یعنی من اگر به جای اینجا که نوشته اینتر دیت، اگر من یه کامند لینوکسی بزنم بعد اجرا بشه. یه تستش میتونیم بکنیم، به دو طریق میتونیم تستش بکنیم. یه بار حالا بریم و اینو اونجوری اجرا بکنیم. من میگم مثلا تست، اینو میگم آیدی. ببینید نوشته the date is id، یعنی اومده کامند من رو اجرا کرده. خب حالا که کامند من رو اجرا کرده، من میتونم بیام و یوزر خودم رو صد دستش رو ارتقا بدم. اوکی، یا میتونیم کار رو انجام بدیم. خب پس من میام و این کامند رو یه بار دیگه اجرا میکنم. این مهم نیست، می‌نویسم تست، این رو می‌نویسم بش داش پی. ببینید الان ما آیدیمون چیه؟ شدیم جیلس. اوکی، الان شدیم در واقع یوزر جیلس. اومدیم یه سطح دسترسی رو ارتقا دیم. حالا برای این که شلمون رو ارتقا بدیم میتونیم این کار بکنیم. بگم پایتون 3 داش سی امپورت کن پی تی وای dot spawn slash bin bash. این رو میبندم و این به من باید یه ترمینال استیبل بده. خب دیوید اسمان سلاش
بین بش. یه بار دیگه import pty pty.spawn/binbash. بیایم اینجا یه لحظه. این در واقع همینه دیگه، من یه بار اینو از حفظ زدم، بذارید ببینم که pty این سمیکالنه بچه، من کاما زدم. میایم اینجا به این شکل. خب اوکیش. برای این که حالا ستون ها و ردیفش هم درست بکنیم، میتونیم بیاییم و stty-a بگیریم. ما 33 تا ردیف داریم این پنجره ای که واضحه و 156 تا کالم. پس میگم stty-rows 36 درسته؟ 33 و 156، 33 کالمز هم 156. اوکی 156 اینو وارد میکنم. خب این تیکش هم درست میشه. حالا اگه ما به آیدیمون نگاه بکنیم، میبینیم که یوزر جیلس هستیم، عضو گروه ادیتورز و عضو گروه ادمین هم هستیم. اوکی، حالا اگه من سودش ال بگیرم اینجا، خب ما پسورد نداریم هیچی، ولی با تجربه که عضو گروه ادیتورز و ادمین هستیم، میتونیم یه چیزی رو چک بکنیم. یک این که فاین کنیم اسلش داش گروپ ادیتورز به این شکل. خب این گروه به چه منابعی دسترسی داره؟ به این دوتا. اگر حالا من بیام و به جای ادیتورز ادمین رو بنویسم، چون یوزر جیلس انگار دسترسی های سطح بالاتری داره، عضو گروه ادمین هم هست، اینو چک میکنیم. خب اوکی، یوزر لوکال بین مین بکاپ دات اس اچ و او پی تی ادمین استاف. اوکی ببینید اس اچ جدید پیدا کردیم، بین که کاری نداریم، او پی تی ادمین استاف و این. اول اینو ببینیم، یعنی میارمش اینجا. خب خوب بود که بیایم و یه کار دیگه هم بکنیم، یعنی اصلا قبلش بیایم و بیایم یه ls-l بگیریم. خب ما به عنوان در واقع عضو گروه ادمین میتونیم رایت کنیم. اوکی، حالا خود این فایل داشت کار میکنه، cp میکنه، team.thm هر چیزی که توی این دایرکتوری هست رو داخل ور بکاپس team.thm. خب ما اینو میتونیم دستکاریش بکنیم، ولی یه نگاه به این بندازیم. خب داخل این پوشه یه پوشه هست به اسم script.sh، این رو یه نگاه بندازیم. خب فقط روت دسترسی داره، ما فهمتیم اینو در واقع به صورت روت داشته باشیمش. میارم اینجا. خب یه در واقع دوباره بشه اسکریپت افست کرون جاب تو ران دیس اسکریپت ایوری مینیت، هر یک دقیقه یک بار این اسکریپت رو اجرا میکنه. پس روت میاد هر یک دقیقه یک بار اینو اجرا میکنه. حالا این چیکار میکنه؟ این میاد دوتا متغیر گرفته، مین سایت دف سایت. آها این دوتا متغیر رو در واقع صدا زده، پس اومده یه بار دف بکاپ دات اس اچ رو انجام داده، یه بارم مین بکاپ دات اس اچ. ما مین بکاپ دات اس اچ رو بچه اینجا دیدیم که دسترسی داریم بهش توی همینجا. هم میخوام چیزش رو ببینیم، این هاشش main backup.sh رو ما رایت داریم توش، ولی آیا dev backup.sh هم همچین حالتی داره؟ یعنی من اگه ls-l بگیرم از این، این چه کاری انجام میده؟
نه اینم فقط روز بهش دسترسی داره و ما روی این دخل و تصرفی نداریم. هر یک دقیقه یک بار این دوتا فایل بش اسکریپت اجرا میشن و برای بکاپ گیری هم هستن. فقط ما روی مین بکاپ دات اسچ هستش که دسترسی داریم و میتونیم روش کار بکنیم و این هم که توسط روت اجرا میشه، یعنی خیلی ساده، یعنی به راحتی ما میتونیم بیایم و این دستگاهی رو خودمون رو اینجا انجام بدیم. خب من میتونم ریورس شیل بگیرم، کارهای زیادی میتونم بکنم، ولی با توجه به این که ببینید الان من اگر این کار رو نمیتونم بکنم، پرمیشن دینایت هستم، من میتونم بیام بگم چون چای اکمی اینجوریه که میاد توی /root/root.txt root.txt در واقع میاد و فایل خودش رو قرار میده، منظورم از فایل این هستش، فلگ خودش قرار میده اینجا. من میتونم بیام و محتویات اینو چون root داره این فایل رو اجرا میکنه بریزمش تو جایی که میتونم بخونمش. یعنی مثلا اگه من /tmp رو نگاه بکنم توش یه سری فایل حالا اضافه و اینا هستش، من میتونم بیام و این خط رو اضافه کنم به main backup.sh. چرا؟ چون که من write دارم روی main backup.sh. همچون که میبینی من اینجا read و write و execute دارم روی این فایل. پس میام echo میکنم چیو؟ میخوام cat بکنم /root/root.txt رو من اشتباه می‌نویسم root.txt رو میخوام اینو در واقع کت بکنم و محتویاتش رو بریزم توی /tmp/flag.txt flag.txt. خب و این رو هم میخوام اضافه بکنم به انتهای فایل main backup.sh، یعنی اینجا. اگر من حالا کت بکنم همین فایلو ببینم که خط من اضافه شده و اگر از /tmp حالا یک دقیقه طول میکشه تا این در واقع اسکریپت اجرا بشه، اینا ببینید اومد در واقع flag.txt محتوی، اگر من کت بکنم temp باید flag این تو باشه. غیر عالی، بله همینطور هستش. و من میام اینجا خیلی ساده فلگ خودم قرار میدم سابمیت. خب علی، ما فلگ آخر رو به دست آوردیم. چالش جالبی بود از این بابت که بچه ها ببینید من برمیگردم توی اینجا، از این بابت که پریویلیج اسکلیشن دو مرحله‌ای داشت و همچنین باز هم اینجا میبینیم که بحث کریدنشال ها اینجا در واقع میس کانفیگ وجود داره. این مین بکاپ دات اس اچ رو ما میتونستیم اجرا بکنیم ولی روت داشت در واقع به صورت کرون جاب اینو اجرا میکرد. ما میتونستیم ریورس شل بگیریم به عنوان روت، میتونستیم کارهای خیلی زیادی بکنیم، میتونستیم شادو رو ادیت شادو رو ببینیم و هش پسورد رو اونجا ببینیم، ولی خب با توجه به اینکه ما فقط نیاز به این فلگ داشتیم این کارم میشد انجام بدیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.